یه زمانی خبر خودکشی وقتی می اومد در مورد پدر میشنیدیم که مشکلات مالی داشت، یا افراد سنبالاتر. ما الان در ایران به سنین خیلی پایین میبینیم دانش آموزها به خاطر مشکلاتی که هست، که بخش زیادش همونجور که اشاره کردید حالا بحث اقتصادی هستش. اما در یک جنبندی یه نگاه کلی، آیا میتوان گفت که جامعه ایران به طور کل دچار فروپاشی سلامت روان شده؟ ببینید، من فکر میکنم که نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر ما اعتراضات رو نداشتیم، اگر ما جنبش هایی مثل جنبش زن زندگی آزادی رو نداشتیم، اگر ما این رویکردهای مقاومت رو نداشتیم، هر روز داریم از زنان، از مردان، از کارمندان، از معترضین دیگه داریم میریم. اگر نداشتیم اینها رو، احتمال این که من اینجا بگم که بله میتونیم بگیم جامعه ایران سلامت روان جمعی ایران به فروپاشی رسیده. من صحبتم رو اینگونه میگم، جامعه به دلیل اون بستر ناامنی که تجربه کرده، به دلیل اون تروماهای اجتماعی که بهش تحمیل شده، پر آسیب شده، آسیب زا شده، ولی به فروپاشی نرسیده. چون اگر به فروپاشی میرسید، ما این زندگی رو ما این زندگی و این رویکردهای مقاومتی رو نمیتونستیم ببینیم. ببینید، شما زنان انتخاب کردن که با پوشش های خودشون بیان بیرون، در صورتی که میدونن با این پوشش با قطعا با یک سری سرکوب ها، با یک سری جریمه ها روبرو میشن. اون دانش آموزا قطعا عواقب خودشون میدونن، ولی در برابر مدیر مدرسه، در برابر ناظم مدرسه می ایسته. دختران در خیابان همینطور، زنان در محل کار، در سازمان ها، در خیابان ها هم همینطور، حتی گروه های دیگه هم همینطور. همین یک نوع مقاومت به اندازه ظرفیت روانی خودشون و به اندازه توانمندی های خودشون رو دارن انجام میدن. من تصور نمی کنم جامعه ایران به فروپاشی روانی رسیده. من جامعه ایران رو یک جامعه آسیب زا میدونم که نیاز به ترمیم داره، ولی در کنار این ترمیم ها داره مقاومت های خودش رو در برابر فشارهای اجتماعی انجام. خب خانم آلاله، یعنی همزمان با این خواب بخش زیاد از جامعه ناامید هستن، فشارهایی رو دارن در اقشار مختلف تحمل میکنن، اگر در صورت یک اکت سیاسی دیگر یا یک با امید به یک تغییر مجدد اگر بار دیگری دوباره سرکوب بشن، خب این به مراتب شرایط بدتری رقم میزنه. که ببینید، بذارید من اینگونه توضیح بدم که ما در نظریه روانشناسی همیشه میگیم نظریه زندگی غالب هست بر نظریه مرد. درسته که ما در دوران زندگی پر از آسیب‌های روانی، پر از آسیب‌هایی میشیم که قطعاً اوج ناامیدی رو تجربه میکنیم، اوج استیصال و بلا تکلیفی رو تجربه میکنیم، ولی به دلیل اینکه غریزه زندگی در ما بسیار پیشروتر هستش، ما سریع دنبال یک راهکار میگردیم، سریع دنبال یک روی کردی میگردیم که بتونیم به زندگی برگردیم. من اینجا به هیچ عنوان نمیخوام بگم که تمام افراد جامعه، قطعا به دلیل اون ظرفیت های روانی، اون توانمندی های روانی افراد و منحصر به فرد بودن افراد، امکان این که یک تعدادی در این آسیب ها جان خودشون رو از دست بدن، در این آسیب ها و در این تروما های اجتماعی به فروپاشی روانی برسن هست. ولی اگر بخوایم مجموعه در رابطه با اجتماع بگیم، نه، این رو نمیتونیم در مورد اجتماع بگیم. ولی میتونیم بگیم که اگر شرایط همین گونه پیدا بشه، بله، احتمال این که، یعنی میتونیم پیش بینی کنیم زمانی که بستر اینقدر ناامن هست، بستر پر از تنش هست، پر از رویدادهای استرس ها هست، احتمال این که افزایش اختلالات روانپزشکی مثل استراب و افسردگی رو داشته باشیم، افزایش بیماری های جسمانی و بیماری های روانی بیشتری رو داشته باشیم، دچار تروماهای شدیدتری بشیم. ولی اینکه به فروپاشی روانی برسیم به صورت مطلق، من فکر نمی کنم که انسان به این راحتی در برابر ناامیدی و یأس بتونه کوتاه بیاد، مگر اینکه جامعه سر تا سر تاریکی بشه. من یک نکته رو فقط اینجا بگم که ما گاهن اگر شما نگاه بکنید، زمانی که حتی در ناامیدی مطلق هستیم، در یأس مطلق هستیم، باز هم درخواست کننده کمک هستیم. یک مثالی بزنیم، همین فردی که به خودکشی فکر میکنه، زمانی که میاد و برای شما توضیح میده که من دارم دلم میخواد از بین برم، دلم میخواد امشب سرمو بذارم و دیگه صبح بلند نشم، اون فرد منظورش نیست که میخواد بمیره، اون فرد داره از شما درخواست کمک میکنه. اون فرد داره به شما میگه که بهش کمک کنید، بهش یاری برسونید. این
یعنی اینکه با اینکه در اوج یأس مطلق داره زندگی میکنه، ولی غریزه زندگی درش قدرتمندتره. و همون خاطر من میگم که به این گروه های جمعی نمیتونیم بیشتر برسیم، بلکه بیشتر بر غریزه زندگی ما باورمند هستیم. سپاسگزارم. آیا ایجادی در نکته خوبی رو اشاره کردن خانم آلاله، که هم بحثی که از برها ما در ایران با تمام شرایطی که وصف میشه، اما شاهد اکت‌های سیاسی هستیم که نشان از هنوز وجود داشتن باور و امید به تغییر هستش. شما چطور میبینید آینده سلامت روان اجتماعی ایران رو و جوانانی که در ایران برها با تمام شرایط سختی که باش دست و پنجه نرم میکنن اما کماکان امید دارن به تغییر؟ بله، ببینید در ارتباط با پس جامعه شناسی که مربوط به جامعه هست، یه بحثی از در ارتباط با فروپاشی نظام سیاسی موجود، یعنی نظام سیاسی موجود در واقع توتالیتاریزمی هستش که عملا شکست خورده در برابر خلاقیت جامعه، در برابر زور جامعه، در برابر آفرینندگی جامعه و غیر و غیره. ولی که تمام ارزش‌هایی که این نظام با خودش آورد، همه ارزش‌ها به شکست انجامیده. در ارتباط با اینکه معنویت چیست، دیدن که معنویت اونها همان چاپیدن‌ها، همان سرکوب‌ها و غیر و غیره هستش. پس بنابراین بخش مهمی از جامعه از این رژیم و از اسلام سیاسی کاملا بریدن و حتی نسبت به خود امر باورهای دینی هم تغییرات بسیار اساسی در ذهنیت جامعه به وجود آمده که نشانه این رو ما در همین انقلاب زن زندگی آزادی می‌بینیم. و به همین خاطر هم هستش که برخی از سنجش‌ها به ما می‌گوید که امروز در واقع اسلام یک دین اقلیتی در جامعه هستش، هرچند که در این زمینه به هر حال بحث بازه. ولی با توجه به نکته‌ای که شما فرمودید، ببینید این نظام با توجه به فروپاشی‌های درونی خودش، در ضمن تمایل خودش برای ماندگاری در سرکوب قطعی جامعه می‌طلبد و این سرکوب قطعی رژیم در واقع نیز به شکست انجامیده کارش. از 10 سال پیش به این سو اگر ما نگاه بکنیم، بر هر 2-3 سال یک جنبش بسیار بزرگی خودش رو نشون میداد. این بیان چیست؟ بیان این هستش که آرمانهایی در دل این جامعه میروید، تحولات فکری به وجود میآید، آرزوهایی وجود دارد که جمهوری اسلامی که میخواهد جامعه رو کاملا خفه بکند، هرگز نمیتواند این جامعه رو نزدیک به صفر بکنه. و به همین خاطر هم هستش که تحولات اجتماعی و فرهنگی که در دل جامعه وجود دارد، همین عصیان زنان ایران، همین مقاومت در واقع مدنی زنان در ایران و بخشای گوناگون جامعه، بیان زنده بودن جامعه ایران هست. و بدانیم که جامعه ایران نسبت به خاورمیانه واقعا ویژگی هایی دارد که در جوامع خاورمیانه ای که در کنار ما هستن، اونها در این زمینه مشترک نیستن. و این یک امتیاز بسیار خوب و بزرگ برای امروز و آینده ایران هستش، زیرا در دل خودش آرزوهای بخشی از جامعه رو در واقع نشون میده که به هر حال برای رسیدن به اهدافشون کماکان باید اقدام و تلاش و مبارزه بکنن.